گفت تقریبا 34 راس گوسفند و بوز دیشاونا پدی شده و گم شده. یک تعداد چیم گفتند که او بوده دیگه. دیگه معلوم نیست که اگر هر کدام از 10,000 افغانی در نظر بگیریم تقریبا 30,000 افغانی به اینا ضرر رسیده. بینندگان صدای جاغره سلام و درود. در منطقه سرتله بالاتر از سنگشانده قرار دارم. قسمی که شما در تصویر میبینید همه سیلابی که دیروز دیگر روز سه شنبه که امروز چهار شنبه است 6 جولای دیگر اینی هم نتیجه سیلاب دیروز سه شنبه کاملا سرک را تخریب کرده. یک طرف سرک را البته مو شاو هم دادم بخاطر از اینکه بروم در بندی گندم در بدرزار دیگر شما همی جریان میبینم کوتا دیدین بخاطر که تاریک شده بود زیاد معلوم نمیشد. باز امروز آمدم که برم امو خساراتی مالی و جانی امی سیلاب دیروز و پرندگی را از مردم پرسان بکنم. دیگر شروع برنامه از مهم زین چی خواد بود دیگر قسمی که شما هم در تصویر میبینین کاملا این دو طرف خراب شده که نیاز به بازسازی داره. دیگر آیا مردم تا چند مدت در جور کرد ایش دیگر در دسته مردم هستن. ما رسیدیم در بدرزار او رایی که یک را طرف انگوری جدا میشه در این طرف تا این می قسمت را مردم به سختی میه دیگه را بخی کاملا خراب شده. این موزیک پایین دیگه موتر رفتن نمیتنه موتورسیکل هم رفتن نمیتنه دیگه خیلی تخریب شده. اینجی کسا خانوما کسا مو خاک که از بال از کورده همه تاک در این را ما را دیگه یک تعداد خاک ما که از اینجا دست بلی سرک اونا خوبی خیلی طرف قل برده موریم طرف بند گندو. یعنی اینجا کاکا جان هست که خانیش من اینجا نه؟ آره سیما. خب چقدر خساره شدند در شما این سیل؟ اینا خیلی بروک باخته اون اون پیش آخیل که موری از اینجا اون جامده از اون طرف هم دایزه از اینجا بیخی رفته دیگه در بین خانه ما نخونه رفته؟ ما بین خانه نه در چون رفته یعنی چیز بخورم و آنکته از زل سامان دست تا خونه نرفته دیگه تا خونه خو زمین هم ممنونش میرم خراب کده زیاد؟ آره بخود است خیلی خراب کده مالا از ما را کلی که برده مالا ایش مرم برده چقدر؟ چقدر گسپنج مرم برده؟ مالا برده تمرکز مرم نبرده از دیگه مینار برده چپور برده دکتا مالا ایش برده رفته تا کمپرسی رفته برده. خب دمو منطقه هستی که بیشتر آسیب دیده از لحاظ امی زمین های زراعتی دیگه یک تعداد خانه هایی که در اینجا در داخل شاه داشته. یک برادر از ما به نام آقای زاکری تخلص میکنه امراش صحبت میکنیم در مورد خسارات مالی جانی خود نداره. نه خوشبختانه منطقه نقل بدرزاری که بیشترین بارندگی در روز همی ساها بوده و یه ساها کسته خسارات جانی نداره فقط خسارات مالی و خسارات زراعتی و چیزا خیلی زیاده متاسفانه. در بسته مدده نقل شاید یک موقع به سلاح هزارگی که پچی میگی یک در پچی شاید سلمت نمانده باشد دیگه مردمی که در ساها خسارمنش ده کسایی که زیادتر در خانهش آب هم ده و نمفهمم ریگ هم ده امروز همه مصروف از امو کارهایی که پاکاری و اطراف خانه و ریگ چیزا. خب گفتم اتنی که امو زراعتی که امسال شما دادین اونا کاملا از بین رفته دیگه در محدوده که امسال خشکابی بود کسایی که مثل چاه داشت چیزا داشت چهار که اکثرا چی پور شده از ریگ دیگه محدوده چاهای آبی آشامدنی آبای آشامدنی اینال در محدوده نقل فقط در کل نقل یک چاه دو چاه اگر قابل استفاده باشد دیگه چاه تکمیل پوره یا آش خراب شده قسم خلاصه امکان نیست که دو استفاده کنه کس دیگه همو کسایی که چاه داشت و یک مقدار زراعتی که داشت کلش در ریگ دیگه چیزی به نام زراعت فعلا وجود نداره. یک بند رم شما در اینجا احداث میکردین کارش شروع یا جریان داشت او چطور شده یا سالم است یا نه؟ خوشبختانه بند خیلی موفق بود. بند قسمی عمل کرد که دو قولی که آمد نگذاشت که دو آب یک جای شود. بند حدوداً یک ساعت الی یک نیم ساعت آب دار اونجا کنترل شد مهار شد تا این قولی دیگه آبش کم شد. وقتی آب کم شد آب دوباره از بله بند سرازیر شد که اگر دو آب یک جای می شد سرشه خساره خیلی زیاد می شد که خوشبختانه بند آب را مهار کرد که بندم فعلا پوره دیگه با بند هم که آسیب نرسید. خواه آره. چاهایی که آشامیدنی
خیلی وضعیتش خرابه، مردم خیلی مشکل داره دیگه، مردم امال به شدت آب خوردن خو مشکل داره و نمیتونه که استفاده کنه. مثلا از یک نقطه بر از نقطه دیگه آب بره، مثلا هیچ طول نکشه، یک ساعت رفت آمدش طول میکشه، برو تا آب بیاری خیلی وقت گیره دیگه. خواهش ما از کسایی که صدای ما رو میشنوم، بداد از این مردمی که واقعا خساره من شده برسه. میخوام یک چیز نمه شما پرسان کنم، راه های اصلی و فرعی خود نیقل بدرزار خیلی آسیب زیاد دیده دیگه، تخریب شده. اصلا قسمی شده که نیقل بدرزار از محدوده لیسه زینبیه چو بدرزار تا قل چخا که میگیم، اصلا امکان رفت آمد موتر وجود نداره، اصلا به هیچ وجه امکان نداره. همین موتر که امال آمده بود هم به صد مشکلی اون خودش به تصویر میبینید که اونجا مانده رفتن نمیتونه دیگه. بعضیا که بسیار کار عاجل داره و مشکل داره با موتورسیکل و رفت آمد مشکلات حل. بسیار خوب. البته مو شاوم آمدیم به خاطر زیکی گفتیم بند را بریم مطمئن شیم که آیا آسیب نرسیده به او. میخوایم بپرسم که باز اینجا اومدیم که زیاد چی بود، سر صدا بود و گفت گوسفندا گم شده و نمیفهمم چی و پان نیست این چیزا، آیا ای چطور شد؟ آره متاسفانه دیشب بعد از بارندگی که حدودا ساعت 5 شروع شد، چپان وقتی میخواست مالا رو طرف پایین بره، متاسفانه رمیش دو بخش میشه، یک بخش آورده بود در منطقه و یک بخش دیگهش که هنوز همون لادرک معلوم نیست آورده یا است نیست معلوم نیست دیگه. از سر زمین ها آمدیم طرف بندی گندم بریم دیگه، قسمی که شما اینجا میبینین این میسنگار کل از بالا آورده سیل دیگه، ام رای بند رم کسته مکمل بند کده. قبلا از اینش ام رای موتر میامدیم میرفتیم دیگه، فعلا کسته نه تنهایی منه او طرف شم کسته، اگه موت موتور رو هسته دیگه خیلی هم تو ده همه ده زور زور بایده همه موتور. اما این می قسمت ها دیگه کاملا را بنده، موتر اگه بخواه بایه خورم سرم زو کتل هم ده نمیتنه، یعنی می جایش آدم رو هم رایش نیست. بریم طرف بندی گندم، همراه از ما باشین. خوب بخیر رسیدیم در سری بندی گندم، امیش پایین تر از بند امو چوپانی منطقه را گیردیم، همراهش صحبت کردم گفت تقریبا 34 رس گوسفند و بوز دیشا و ناپدید شده و گم شده، یک تعداد چی هم گفتند که آب بوده دیگه معلوم نیست. اگر هر کدام از 10,000 افغانی در نظر بگیریم تقریبا 30,000 افغانی به اینا ضرر رسیده. در کناری از این ضررهایی که شما در پایین از زمین ها دیدین، میخواییم در مورد بند هم پرسان کنیم، آیا بند در روی بند هم کدام ضرر رسیده نرسیده؟ بیشتر همراهی کسی که در اینجا بسته که اینا بیشتر از ما جزیاتش معلوم هستن. سلام خوب هستین؟ سلام خوب برادر جان چی میجوره؟ سلامت باش تشکر. دیشا و ناگهان یک سیل بسیار زیاد اما در منطقه شما دیگه ما پایین تر هم دیدیم که خیلی آسیبای زیاد را در زمین های زراعتی وارد کرده بود، امور خم در باقای سیو دیگه، امور رایی که از این طرف میامادیم طرف بند یک راه همشون مجور کرده بود، رایی از نیپول به طرف بند میامد دیگه. میخوایم پرسان کنم که چقدر ضرر را در بند رسنده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. اسم من مصطفی رحیمی از منطقه سری قولم، از منطقه نیقل که در هستیم نیست، از این منطقه نیستم ولی در یک بدرزار است. در این دباره از بند که قسمی که همه میبینه خساره زیاد در این بند وارد شده، از بال خیلی ریگ آورده داخل از بند، اندازه از نیست هم زیادتر این بند را ریگ گرفته، اون یک مقدار آوی که هسته این یک مقدار دیگه زیاد از این اینجی از اون والترش همهش ریگه دیگه. این منطقه ایش هم که جور کده دلمی پیش روی طرف خلاصه این همه را خواهگاهش را همهش را برده دیگه، خساره که خیلی زیاد وارد کده از هر نگاه که بسینجه خساره از وارد کده دیگه، از نگاه زمین و از نگاه امی باقای مردم را خلاصه خساره وارد کده. خب همه پای سنگ زیره بله سر زیره، آیا سنگ های زیره هم برده نبرده؟ نه سنگ های زیر تانک ده، این سنگی که می هسته این چیز آخر شده، ردیف آخر شده که کار شده دیگه، سنگ های زیر نبرده، سنگ های خورد خورد چرا برده اما سنگ هایی که کار شده بود واره نبرده. خب مو که اومدیم امی صدای بیل هم نه؟ بیل کار منه اور بخاطر چی امروز کار شروع شده؟ بیل بخاطر که رایش که بود از این سمت بود، این سمت نال بستک دینش کلش سنگ و کوریه اون چیزایی نمیتونه کار کنه، رای خرازوش نیز جور نه، از او کم نزدیکتر جور نه که تاشن تایلو در قول از او سمت رایش طرف پیتا اومره که سرکش هم از اون منطقه بود. میخوای که بره از این چی؟ نه سرک رو جورم نه دیگه، مثلا
تلمنش خلاص شده خلاصه. بلرای تلمن دیدیم که آره بلرای تلشم خیلی بلر تلش بود یک دانش در منطقه شیونده از منطقه شیونده دمو یک جای بند کرده دم زونجی گرفته بود از مجید شیونده اشته دیگه حالا رای خجور نه که بخاطر که تلمیل و چیزا رو برو بیر خلاصه شاید هم بیج لازم شد چرا در منطقه از مور واقعا خیلی خراب کرده دیگه از توان دست نیه که مثلا با دست کار کنه سرگار باید با قنجقه بل جور شونه. خب این موتورایی که اینجا استاد اینا رایش بند شده دیگه. یا هم رایش بند شده مثلا سه تا موتور بود که اینجا کارو می‌کردن دمی بند کارو می‌کرد اینا هم رایش بند شده. خب کار از این دوباره چه وقت شروع خواهد شد؟ کار از این اگر تیل داشته باشن یا مثلا کدام عوارض چیزی نداشته باشن ماشینایشی کارش را آغاز می‌کنه کار شروع. بسیار خوب. آره کار شروع. خب بیننده عزیز شما در تصویر می‌بینیم که خیلی ریگ از بال زیاد آورده. خیلی ریگ آورده. ریگ چی ریگ؟ ریگ خب چند روز پیش ما که اینجا دادم ریگ را شما به خاطر سر بند از بال می‌آورید. مال بهتر نشده که از بین زو بکشین در سر زمین بیاد. اون ویش را بسنجن دیگه که مثلا آیا بازم کار نه یا که اصلا میره دیگه اون منطقهش خالی نه تا بر اینجا بندازه یک جای دیگه. او رو میره صد درصد او بند خالی نه دیگه یکی رقم نمیله ایر. خب بیننده عزیز شما بیننده گزارش ما از بند آبگردان منطقه بدرزار بندی گندم بودید. خسارات زیاد ره در اینجا وارد شدن هم دیدین. تا برنامه دیگر بدرود.